عصر روز سه‌شنبه 8 تیر 1355 خیابان 20 متری ولیعهد در محله مهرآباد جنوبی تهران که امروز شمشیری نام دارد، عرصه بزرگترین نبرد چریکی ایران بود. صدای مسلسل و نارنجک طرفین درگیری و هلیکوپترهایی که از بالا بزرگترین نبرد مسلحانه در پایتخت ایران را هدایت می‌کردند، یک لحظه قطع نمی‌شد. دود سیاهی آسمان را فرا گرفته بود و جمعیتی عظیم از دور تماشاگر این جدال ناشناخته بودند. ساواک و شهربانی خانه متعلق به اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق را محاصره کرده بودند و از چهار سو شلیک می‌کردند. بعد از 4 ساعت تبادل آتش، سکوتی وهم‌انگیز بر فضا حاکم شد. مأموری از ساواک وارد ساختمان نیمه سوخته شد و با انگشت شست به مسئول گشت و شنود ساواک که بیرون ایستاده بود اشاره کرد که کار تمام است. لحظاتی بعد فریاد شادی از اردوگاه ساواک بلند شد. شریک افسانه‌ای و شاهمایی بزرگ نبردهای مسلحانه در میان کشته شدگان بود. مردی که محمد رضا شاه از مدت‌ها قبل خود شخصاً پیگیر به دام انداختن او بود، کشته شده بود. گلوله‌ای به سر حمید اشرف اصابت کرده و او در کنار 9 نفر دیگر از همرزمانش بر زمین افتاده بود. روزنامه‌ها فردا خبر کشته شدن رهبر تروریست‌ها را با تیترهای درشت در صفحه اول چاپ کردند. حمید اشرف یکی از برجسته‌ترین اعضای چریک‌های فدایی خلق بود. خونسردی، بیباکی، قدرت سازماندهی، انضباط تشکیلاتی و پنهانکاری به همراه 1 دهه زندگی مخفی در شرایطی که بخش زیادی از بار تشکیلاتی را یک تنه بردوش می کشید، او را به رهبر افسانه چریک ها در مبارزه مسلحانه تبدیل کرده بود. از زمان عملیات سیاه کل در سال 1349 که به اعلام موجودیت سازمان چریک‌های فدایی خلق انجامید تا زمان مرگش، او به مدت 6 سال رهبر این سازمان بود. ساواک در تمام این سالها در جستجوی دستگیری و نابودی او بود، اما در کمال ناباوری از 10 حمله و درگیری جان سالم به در برده بود و در چندین مرحله دیگر اعضای سازمان را هم از محاصره ساواک نجات داده بود. بیباکی و ورزیدگی حمید اشرف آن هم در مقابل ماموران حرفه‌ای ساواک او را تبدیل به قهرمانی شکست ناپذیر در چشم هواداران و عامل سرشکستگی ماموران امنیتی کرده بود. پرویز ثابتی معاون ساواک میگوید هر وقت عواملی از این سازمان دستگیر یا در درگیری کشته می شدند، شاه می پرسید با حمید اشرف چه کردید؟ سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی حمید اشرف و ماجراهای چندین بار تعقیب و گریز او با ماموران ساواک را برایتان روایت می کنیم. از چند بار فرار او از محاصره ماموران تا اسلحه کشیدن او بر روی پلیس در خیابان میرداماد و کشتن آنها. لطفاً تا انتهای ویدیو با ما باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با اشتراک گذاری و لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. حمید اشرف در سال 1325 در خانواده متجدد و مرفه در محله امیریه تهران متولد شد. پدرش اسماعیل اشرف فرزند یک تاجر اصفهانی و جزو 30 دانش آموخته دیپلمه ای بود که توسط رضا شاه به آلمان اعزام شده و در رشته بهره برداری راه آهن تخصص گرفته بود و مادرش اشرف تقدسی از خاندان روحانیون تبریز بود. حمید 7 ساله بود که همراه خانواده راهی تبریز شد. پدرش آن سالها رئیس راه آهن آذربایجان بود. سال 1338 خانواده به تهران بازگشت و پدر به ریاست اداره کل بهره برداری راه آهن منصوب شد.
احمد برادر بزرگ حمید از ناسیونالیست های طرفدار دکتر مصدق بود که ابتدا در حزب پانیرانیست فعال بود و سپس به حزب زحمتکشان پیوست و از هواداران خلیل ملکی موسوم به نیروی سوم بود و حمید را هم تحت تأثیر همین تفکرات پرورش می داد. حمید در مقطع دبیرستان به سفارش برادرش به دبیرستان البرز رفت. در سال 1339، دکتر مجتهدی رئیس دبیرستان البرز تنها بعد از مذاکره با اولیای حمید و گرفتن ضمانت از آنان بود که او را ثبت نام کرد. مجتهدی مطلع شده بود که حمید سردستگی تظاهرات علیه پلیس را عهده‌دار بوده. اما علی‌رغم این تعهد، روزی بین حمید و پسر یکی از عمرای ارتش بحث در می‌گیرد و آن پسر در اثبات گفته خود می‌گوید اعلی حضرت خودشان فرمودند و حمید در پاسخ می‌گوید اعلی حضرت غلط فرمودند. موضوع به گوش مقامات می‌رسد و حمید از البرز اخراج می‌شود. او به اجبار در مدرسه تازه تأسیس رخشان ثبت نام کرد. مدرسه‌ای که مسیر زندگی اشرف را برای همیشه تغییر داد. مدرسه رخشان در اوایل دهه 40 توسط عده‌ای از معلمان و مدیران ناراضی که اغلب گرایش‌های چپ‌گرایانه داشتند و از سمپاد‌های حزب توده بودند اداره می‌شد و این آغاز می‌شود برای ورود اشرف به دنیایی که برای او و همراهانش سرشار از رویاهایی بود که آن را مبارزه برای خلق می‌نامیدند. دو نوجوان روی یک نیمکت می‌نشستند. فرخ نگهدار در مرور خاطراتش درباره کلاس تنگ و کوچک مدرسه رخشان می نویسد پسری کنار دستم می نشست که خال سیاه درشتی روی بینیش داشت. تازه از مدرسه البرز اخراج شده بود و هیچ دوست نداشت بگوید چرا اخراجش کردند. اسمش حمید اشرف بود. خیلی زود با هم دوست شدیم و اول بهمن 1340 در تظاهراتی شرکت کردیم که جبهه ملی تدارک دیده بود. دولت امینی دو ماهی دانشگاه‌ها را تعطیل کرده بود و سرکوب در فضای دانشجویی شروع شده بود. کمی بعد اشرف و در پی او فرخ نگهدار راهی مدرسه پرسر و صدای دارالفنون می‌شوند و در آنجا با عباس جمشیدی رودباری و بهمن آژنگ که بعدها همرزمشان شدند پشت میزهای یک کلاس می‌نشینند. نگهدار می‌گوید همان موقع‌ها رفت و آمد من با گروه بیژن جزنی و دوستانش احمد جلیل افشار و عزیز سرمدی که چند سالی از من بزرگتر بودند شروع شده بود. کمی بعد حمید هم در این مراوده‌ها همراه من شد و با سرمدی و جلیل افشار آشنا شد. ما برنامه کوهنوردی داشتیم و از سال 40 تا 43 مدام همراه آنها به کوه می‌رفتیم. اشرف و نگهدار از اولین کسانی بودند که بیژن جزنی برای همراهی با گروهی که بعدها به جزنی احمدزاده مشهور شد انتخاب کرد. اشرف 17 ساله برای جزنی نقطه امید بود و آنچه در خاطرات اطرافیانش ثبت شده نشان می‌دهد که جزنی از او به عنوان یک عضو باهوش و کارآمد یاد می‌کرده، چنان که بعدها میراث‌دار او شد. سال 1345 حمید اشرف به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه می‌یابد تا در رشته مکانیک تحصیل کند. کمی بعد جزنی دستگیر می‌شود و مسئول مستقیم او این بار در غیاب جزنی علی اکبر صفایی فراهانی می‌شود. اما مدتی بعد با آزادی جزنی از زندان دوباره او جلسات مستقیمش را با حمید اشرف آغاز می‌کند. کمی بعد به تشخیص جزنی اشرف راهی شاخه نظامی زیرزمینی می شود. برای همین هم اشرف در تحرکات دانشجویی حضور فعالی نداشت و سعی می کرد در دانشگاه بیش از هر چیزی خودش را یک علاقه‌مند به ورزش نشان دهد. او مسئول تیم شنای دانشکده فنی شده بود و بی سر و صدا فعالیت می کرد. 19 دی ماه 1346 بیژن جزنی و عباس سورکی توسط ساواک دستگیر می شوند و در ادامه ردیابی های ساواک به دستگیری 14 نفر از اعضای گروه منجر می شود. 5 نفر از این 14 نفر یعنی بیژن جزنی، احمد جلیل افشار، فرخ نگهدار، مجید کیانزاد و عزیز سرمدی حمید اشرف را به نام می شناختند و مشخصاً از عضویت او در بخش نظامی اطلاع داشتند.
اما ساواک علارغم فشارها و پیگیریها و علارغم دسترسی به نام مستعار حمید یعنی اصفهانی موفق به شناسایی او نشد و اشرف از مهلکه گریخت. تنها به این خاطر که سیاستگزاری جزنی اجازه نمیداد مسئول حمید اشرف هویت واقعی او را بداند. در نهایت تنها 5 نفر بیرون از زندان باقی ماندند که 2 نفرشان هم برای آموزش‌های چریکی راهی فلسطین شده بودند. حمید اشرف و 2 تن دیگر مسئولیت بازسازی گروه را به عهده گرفتند. تا زمستان 48 اعضای گروه به 32 نفر رسید. و کمی بعد برنامه سیاه کل شکل گرفت. با بازگشت 2 نیروی آموزش دیده از فلسطین و عراق، حمید اشرف برای تهیه 160 هزار تومان بودجه عملیات، سرقت از بانک ملی شعبه آیزنهاور را با موفقیت انجام داد. پاییز 49 دوباره با بازداشت یکی از اعضا 8 نفر دستگیر شدند و گروه با عقبگردی دشوار مواجه شد. با این حال کمی بعد در نهایت عملیات سیاهکل اجرا شد. واقعه سیاهکل که سرآغاز جنبش مسلحانه در ایران بود و بسیار در سطح جامعه ایران سر و صدا کرد، با هدف تصرف پاسگاه سیاهکل و گروگانگیری جهت مبادله با زندانیان چپگرا صورت گرفت. عملیاتی که ناموفق بود و تلفات زیادی برای گروه در پی داشت. حمید اشرف از واقعه سیاهکل جان به در برد و برای اولین بار نامش و عکسش به همراه 8 شریک دیگر که در واقعه سیاهکل شرکت داشتند در روزنامه‌ها منتشر شد و ساواک برای یافتن و لو دادن هر یک از آنان جمعاً 900 هزار تومان مژدگانی تعیین کرد. از همان مقطع تا زمان کشته شدنش توسط ساواک، او بیشترین نقش و مسئولیت را در سازماندهی و حفظ سازمان داشت. اشرف در سال 4 دانشکده فنی نیز برای ترم جدید ثبت نام می کند، اما از مهر 1349 دیگر وارد زندگی مخفی می شود. اشرف معدود چریک های باقی مانده گروه را سازماندهی کرد و در اولین اقدام ترور سپهبد ضیاءالدین فرسیو رئیس دادرسی ارتش را که حکم اعدام مهاجمان دستگیر شده سیاهگل را صادر کرده بود در راهی کرد. جایی شمال خیابان دولت وقتی 6:30 صبح روز 18 فروردین 1350 سپهبد فرسیو همراه پسرش سوار بر خودرو از منزل خارج شد و بلافاصله مورد هجوم چند تن از چریکهای فدایی خلق قرار گرفت. آنها با ککتل مولوتوف و مسلسل حمله کردند و سپس از محل گریختند. فرسیو 4 روز بعد در بیمارستان می‌میرد و در این مدت تصاویر چریک‌های تحت تعقیب منتشر می‌شود. ترور فرسیو روحیه دوچندان به این گروه کوچک بخشید و پس از آن گروه طی اعلامیه‌ای با نام سازمان چریک‌های فدایی خلق اعلام موجودیت کرد. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. در طول جشن‌های 2500 ساله ساواک مدتی مادر و پدر حمید را به گروگان می‌گیرد. دکتر احمد اشرف برادر حمید که از جامعه شناسان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا بود در این باره می‌گوید در شهریور و مهر 1350 یعنی قبل و در طول جشنهای 2500 ساله پدر و مادر ما را به عنوان گروگان به زندان قزلقلعه بردند تا به گوش حمید برسد و در طول جشنها کاری نکند. تهران از این سالها به بعد بارها شاهد زد و خوردهای خونین است. مثلا در خیابان پامنار یک جنگ خیابانی تمام عیار بین ساواک و چریک ها رخ می دهد. وحیدیه و کوی نیروی هوایی هم از جمله محله‌هایی بود که شاهد حمله پلیس و ساواک به خانه چریک‌ها شد که به زد و خورد با نارنجک و مسلسل رسید. از آن طرف چریک‌ها هم کار خود را می‌کردند، حمله به پاسگاه پلیس، سرقت از بانک و ترور، حوادثی که منجر به قتل مردم عادی هم می‌شود. حالا دیگر جنگ خیابانی میان ساواک و چریک‌ها باعث شده تا بسیاری از اعضای مهم سازمان چریک‌های فدای خلق کشته یا دستگیر شوند. از طرفی ساواک در این مدت رهبران و تئوریسین‌های اصلی این سازمان را کشته و حالا فقط مانده 1 نفر، حمید اشرف.
کسی که بارها و بارها سد محاصره ساواک را شکست. پرویز ثابتی در کتاب خاطراتش درباره مسئله بغرنج گیرانداختن حمید اشرف می نویسد: پس از ضربه های مهلک ساواک به چریکای فدای خلق، بازداشت یا کشتن اشرف به مهمترین مسئله ساواک تبدیل شده بود. شاه به شدت این موضوع را تعقیب می کرد. اگر ویدیوهای قبلی کانال پروفایل رو دیده باشید، ترور عباس علی شهریاری، مرد هزار چهره ساواک، در 14 اسفند 1353 در خیابان پرچم تهران نیز توسط چریکهای فدایی انجام شد. احتمالاً در پاسخ به قتل او بود که ماموران ساواک در آخر فروردین 1354 بیژن جزنی، رهبر چریکهای فدایی، و 8 نفر دیگر از همرزمانش را که در زندان به سر می‌بردند در تپه‌های اوین تیرباران کردند. ای که می شکست پنجه تو خون، تخت تان گون، شیوه تو قتل عام خلق، بگیر به بند بکش، خشم و کین توده کن فزون، دش خیم خم جلاد قرد، بگیر به بند بکش، قور خود کنی به دست خوش. حمید اشرف آنقدر برای ساواک خطرناک شده بود که حتی در دهه 50 سرویس‌های عیاب و ذهاب کارمندان ساواک از ترس حمله او تعطیل شد. پرویز معتمد از مدیران ساواک در این باره میگوید: ما خبردار شده بودیم که حمید اشرف قصد دارد به سرویس کارمندان ساواک حمله و همه را بکشد. موضوع آنقدر جدی و خطرناک بود که ساواک مجبور شد سرویس کارمندان را قطع کند و به آنها ماهیانه پول بدهد تا خودشان سر کار حاضر شوند. این جنگ و گریزها تا سال 1355 ادامه پیدا می کند. ساواک که برای به دام انداختن حمید اشرف از سوی شاه تحت فشار بود، تمامی قوایش را به کار گرفت و تیم گشت و شنود ساواک با مسئولیت پرویز معتمد تلاش خود را برای یافتن حمید اشرف شدت بخشید. در بیشتر بازجویی‌های منتهی به سال 55، یکی از سوالات همیشگی از بازداشت شدگان یافتن اطلاعات دقیقی درباره حمید اشرف بود. ساواک مدام حلقه‌های محاصره‌اش را تنگ‌تر می‌کند. در جستجوی مردی که با نام مستعار علی اکبر به خانه‌های تیمی رفت آمد می‌کند. از خلال برگه‌های بازجویی‌ها همه آنچه درباره حمید اشرف می‌دانند این است: مردی با ظاهر ورزیده و قد 170 سانتی متر، بینی کشیده و چانه تیز. روی بینیش خال گوشتی سیاهی دارد که با کرم مخصوص روی این خال را می‌پوشاند. شبیه دانشجوها لباس می‌پوشد. یک کلت با خشاب اضافه همراهش دارد و همیشه یکی دو نارنجک همراه خودش برمی‌دارد. معتمد با استفاده از اعترافاتی که ساواک از برخی چریک ها به دست آورده، به رصد خانه ها و شنود آنها مشغول می شود و کم کم خانه های مخفی آنها را یک به یک کشف می کند. اما هنوز به جز ضبط صدای حمید اشرف که پای تلفن با رمز صحبت می کند، چیزی از او ندارند. معتمد حتی موفق شده با کشف رمز یکی از صحبت های حمید اشرف او را از نزدیک ببیند. اینجا روبروی بیمارستان بوعلی، پرویز معتمد برای نخستین بار حمید اشرف را همراه با اعضای تیمش می‌بیند. او از کوچه بیرون می‌آید. معتمد درگیر نمی‌شود. می‌داند که همچنان باید به رصد خود ادامه دهد تا بتواند در موقعیت مناسب او را گیر بیندازد. اتفاقی که چند روز بعد در همین محله می‌افتد. آغاز یک روز پر سر و صدا در تهران از محله تهران نو شروع می شود. 26 اردیبهشت ماه 1355 عملیات ساواک برای دستگیری حمید اشرف آغاز و مخفیگاه او گلوله باران می شود. خانه ای در کوچه خیام سابق که امروز نعیمیان نام دارد و جنب بیمارستان بوعلی است. حتی هلیکوپترها بر بالای خانه به پرواز در آمدند تا شاه ماهی را هر طور که شده به دام اندازند. اما حمید اشرف با پای گلوله خورده از آنجا می گریزد. اشرف با فرار از خانه تهران نو به دیگر خانه های امن سازمان می رود که آنها هم تحت نظر ساواک قرار گرفتند.
او ابتدا به خانه تیمی کویکن که حالا شهر آرا نام دارد می رود. خانه ای که با شنود ارتباط های تلفنی اش پیشا پیش توسط ساواک شناسایی شده بود پس از ورود اشرف مورد حمله قرار می گیرد. حمید اما موفق می شود با کشتن افسری به نام شادیاخ باز هم از طریق پشت بام از مهلکه بگریزد. ساواک بلافاصله از طریق شنود تلفنی از حضور اشرف در خانه تیمی در خیابان شارق مطلع می شود و به آن حمله می کند. اینجا نیز حمید اشرف می تواند از طریق رفتن به پشت بام خانه های همسایه که از کوچه های دیگر سر در می آورد و پس از درگیری سنگین حلقه محاصره ساواک را شکسته و به همراه سبا بیجنزاده ملیه زهتاب، عبدالرضا کلانتر و نادره احمد هاشمی فرار کند. اشرف پس از فرار بلافاصله یک ستوان و دو پاسبان کلانتری شش را کشت و با ماشین‌های گشت و مسلسل آنها از منطقه گریخت. او سپس در میدان محسنی سرهنگ فرداد رئیس کلانتری قلهک و پاسبان‌های همراهش را به گلوله بست و کشت. سبا بیجنزاده که در جریان فرار از خانه شارق با اشرف همراه بوده گفته مشغول خوردن نهار بودیم که صدای انفجار نارنجک را توی حیاط شنیدیم. حمید صبح همان روز از سه درگیری دیگر جان سالم به در برده بود و یک ساعتی می شد که به تیم ما آمده بود. با وجود اینکه پایش تیر خورده و زخمی بود با شنیدن صدای انفجار به سرعت بلند شد و مسیر فرار را پرسید. برای فرار می بایستی از حیاط خلوت به پشت بام خانه پشتی رفته و از پشت بام چند خانه می گذشتیم. از همه طرف به سمت خانه شلیک می شد. قبل از اینکه کاملا به پشت بام برسیم صدای شلیک مسلسل حمید آمد. او به جای سنگر گرفتن مستقیم به سمت مامورانی که روی بامهای دیگر کمین کرده بودند رفت و آتش گشود. ماموران که انتظار این حرکت را نداشتند از ترس سرهای خود را دزدیده پشت دیوار پناه گرفتند. آنقدر جا خورده بودند که تا به خیابان رسیدیم صدای شلیکی از جانب آنها نیامد. کمی جلوتر ماشینی را گرفتیم و هر چهار نفر توانستیم از منطقه خارج شویم. حمید معتقد بود در مواقع محاصره بهترین دفاع حمله است. دفاع صرف یعنی 100% مرگ. فرار اشرف از مهلکه 26 اردیبهشت برای پرویز ثابتی و ساواک بسیار گران تمام شد. ثابتی در کتاب خاطراتش میگوید گزارش واقعه را با ذکر اینکه اشرف توانست از هر دو محاصره فرار کند برای شاه فرستادم. چند روز بعد از دفتر ویژه اطلاعات خبر دادند که گزارشی به عرض اعلی حضرت رسیده که مأمورین واحد اجرایی کمیته مشترک ضد خرابکاری که عمدتاً پرسنل شهربانی بودند آموزش لازم را برای محاصره خانه‌های امن و مقابله با گروه‌های تروریستی ندارند و اعلی حضرت دستور دادند دفتر ویژه طی یک بازرسی وسیع نواقص کار را یافته و گزارش کند. ساواک حالا اشرف را کاملا از دست داده. پس به تمام خانه های تیمی حمله و همه را بازداشت می کند تا سر نخی از او بیابند. شکنجه ها منجر به اعتراف برخی اعضا می شود و سر نخی به دست می آید که آنها را راهی غرب تهران می کند. اما پرویز ثابتی گفته که ساواک از طریق کنترل تلفن کسی که حمید اشرف با او تماس داشته به یک تلفن عمومی در منطقه مهرآباد جنوبی رسیده و سپس از طریق کنترل این محل ابتدا به حمید اشرف و سپس به خانه‌ای که مورد حمله قرار گرفت میرسد. در نهایت 8 تیر ماه 1355 اینجا در مهرآباد جنوبی 20 متری ولیعهد تعقیب و گریز چند ساله حمید اشرف با مأموران ساواک به پایان میرسد. او و 9 دیگر از اعضای برجسته سازمان چریک‌های فدای خلق در حالی که بر اثر ضربه‌های پی در پی سرگردان بودند در نشستی با هدف یافتن راهی برای گریز از دروازه مرگ که هر روز چند نفر از اعضای این تیم را به کام خود می‌کشید در این خانه 2 که چریک‌ها طبقه همکف آن را اجاره کرده بودند تشکیل جلسه داده بودند. اما تیر بارها از زمین و آسمان خانه را به مدت 4 نشانه رفتند و همه حاضران در خانه کشته شدند. گزارش های ساواک نشان می دهد که اشرف روی بام خانه در حالی که قصد داشت از ارتفاعی 4 به پایین بپرد با تیری در میان ابروهایش کشته شد. فدایی 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 چه این که فدایی
خلق فدایی 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 فدای رهایی خلق ستیز از فرودان و خشم دو سوزان شد از پیش اندیشه تیر روزان سلاح از خروزان. او این بار هم بندهای کفش‌های ورزشیش را بسته بود تا فراری دوباره را آغاز کند. مرگ اشرف برای ساواک در تیر ماه 55 موفقیتی بسیار بزرگ بود. حالا شاه هم می‌توانست نفس راحتی بکشد. معروف است که عمر چریک شهری 6 ماه است، در حالی که حمید اشرف بیش از 5 سال زندگی چریکی پرماجرایی را سپری کرد. اشرف در دوره‌ای می‌زیست که تفکر رادیکال مارکسیستی در اغلب کشورهای جهان در اوج بود و بسیاری از جوانان راه رهایی از بن‌بست‌های اجتماعی را از میان همین روش‌ها جستجو می‌کردند. او زندگی خوب، تحصیلات عالی و هوش و استعداد خود را قربانی هدفی کرد که در آن زمان سکه رایج بازار سیاست بود. نظر شما درباره حمید اشرف چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل را سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.